به نام خدا. امروز با نشست زبان و هویت ملی در خدمتتون هستیم. از جانب انجمن علمی دانشجوی دانشگاه تهران با عنوان بحث که مشخصه و ارتباط این دو موضوع با هم و اهمیتشون، با کمک دکتر حمیدرضا عظیمی ما از استاد کاوه بیات دعوت کردیم برای این سخنرانی و لطف کردن و منت گذاشتن تشریف رو بردن. استاد خواهش میکنم. نکته رو فراموش کردم، در طول سخنرانی هر سوالی به ذهن هر یک از حضار رسید، بچه ها کاغذهایی رو در طول سخنرانی بهشون میدن که سوالاتون رو یادداشت میکنید و در پایان جلسه من برای استاد قرائت میکنم. چون جمعیت سالن الان یه خورده کمه، در میان سخنرانی هم اگر به جمع ما اضافه شدن و خواستن سوالی بپرسن، دوستانی که این رو شنیدن به بقیه هم تذکر بدن ممنون میشن. خیلی ممنون. سلام عرض میکنم، تشکر میکنم. امید اصلی من در واقع برای اینکه اگر بحثی بخواد صورت بگیره به همون بخش دومی است که دوستمون اشاره کردن، یعنی احتمالاً پرسش‌ها و مطالبی که مطرح بشه، چون من صحبتم اصولاً خیلی طولانی نیست. صحبتی که من دارم بیشتر بحث زبان فارسی و حالا به یک نوعی در کنارش هویت، یعنی باستا به این بحث در تحولات معاصر ایران هستش در این 150 سال 200 سال، نه بر حال شرحی بر پیشینه هویت ایرانی و اشکال مختلفی که به خودش گرفته، هرچند که در همین نکات و مباحثی که به نظرم میاد از نقطه نظر تاریخی در این سالها مطرح شده هم بی هیچ نیست، ارتباطی داره. موضوع اولی که فکر کردم میشه بهش اشاره کرد بحث تقلیل و تحلیل قلمرو زبان فارسی است، بحثی که من حالا در واقع پیشینش یا مراحل قدیمیش رو خیلی اطلاع ندارم، ولی از یک دوره، یعنی از دوره به اصطلاح معاصر که با شکلگیری امپراتوری های جدید و اقتدار روزافزونشون در همسایگی ایران و ایران فرهنگی بوده محسوس بوده، مخصوصا با چیرگی روسیه تزاری بر قفقاز و آسیای میانه از یک طرف و همچنین چیرگی بریتانیا بر هند که اون هم به نوع خودش تأثیر گذاشت و تسهیل کرد تقلیل و قبض در واقع قلمرو زبان فارسی رو. احتمالاً نوع دیگه ایش هم در عثمانی بوده، هرچند در عثمانی خب زبان ادبی رایج فارسی به هر حال بوده یا زبان خیلی مهمی بوده، هرچند که به اهمیتی که من به مثال در قفقاز و آسیای میانه یا در هند داشته نبوده. اون را هم موضوعی است که به نظرم هنوز درست مورد بررسی قرار نگرفته. یکی از مهمترین نکاتی که در این عرصه دیده میشه نوعی بیتوجهی است، یعنی به هر حال روزنامه های دوره اون دوره ها رو، مخصوصا روزنامه حبل المتین یا روزنامه اختر یا جراید مشابه سریا غیره در مصر و اینا که میخونین، چون در خود ایران که توجهی نمی شده ولی در حوزه هایی که به هر حال ایرانی ها توتن داشتن می بایستی مورد توجه قرار بگیره. حالا در آسیای میانه خب خیلی کمه، مثلا بخارای شریف ممکنه مطالبی داشته، ولی خب در ترکیه عثمانی یا در قفقاز که به هر حال مراکز عمده ای بوده، به هر حال جوامع ایرانی تقریبا توجهی نکردن تا اونجایی که من دیدم. حالا یک مقدار مثلا حبل المتین گاه‌وگداری یا خود همون اختر که عرض کردم گاه‌وگداری اشاره کرده که این زبانی که روزگاری جایگاهی داشته، حتی زبان رسمی بوده، زبان آموزشی بوده، خب خیلی سریع داره جایگاهش رو از دست میده، ولی در داخل ایران
تا جایی که میدونیم توجه به این موضوع نمیشه. خب البته دوران زوال و فتور ایران هم هستش، مقارن هستش با شکلگیری نهضت مشروطه و مقارن همینطور هستش با آشوب و آشفتگی که در کل مملکت به دلیل دست اندازی های روس و انگلیس حکم فرما هستش، ولی توجه نمیشه و این بیتوجهی خیلی بیتوجهی به هر حال شاخصی هستش. تنها هنگامی توجه میشه که دیگه غیر قابل کتمان شده، مثلا بحث پاک شدن نقش زبان فارسی، محو شدن نقش زبان فارسی در قفقاز و جایگزین شدن زبان ترکی به یک نوعی دیگه، با اینکه سالهاست آغاز شده، از اوائل دهه 1900 آغاز شده، خود روس‌ها به هر حال در تجدید نظرهایی که در نظام آموزشی کردن در درجه اول در کنار روسی گردانی، خب از میان بردن زبان فارسی هم مد نظرشون بوده و جایگزین کردن زبانهای محلی به یک نوعی، ولی خب این در ایران بازتابی پیدا نمی‌کنه، مورد توجه ایرانی ها نیست. تنها در مراحل نهایی که با یک نوع جهانگیری ها و دستاندازی های نظامی توأم میشه، مثلا در مراحل پایانی جنگ جهانی اول که پانترکیزم که تا اون لحظه به صورت فرهنگی به صورت زبانی کار میکرد وجهه نظامی به خودش میگیره، جنبه جهانگشایی به خودش میگیره که ایرانی ها به خود میان و به فکر میفتن یا حتی این موضوع رو شناسایی میکنن، ولی خب یک دوره ایست که خیلی از عوامل دیگه هم بهش کمک میکنه. یعنی ما مثلا دوره ای رو داریم که شاهد یک ائتلاف کوتاه مدت بین ترکیه انقلابی به معنای عام کلمه که هم شامل کمالیون میشه، هواداران مصطفی کمال در آناتولی میشه، هم شامل بقایای کمیته اتحاد و ترقی انور پاشا و جمال پاشا و غیره که مدتی فرار کردن به آلمان رفتن و بعد ائتلافی با بلشویکا صورت میگیره. یعنی شما در یک دوره هم در آسیای میانه و هم در قفقاز شاهد همراهی هر دو نیرو هستید در ترویج مثلا زبان ترکی و تیشه های آخر رو به ریشه زبان فارسی زدن، مخصوصا در منطقه آسیای میانه با جمهوری‌های جدیدی که تشکیل میشه، با خلاصه کردن حوزه زبان فارسی به یک ناحیه دورافتاده کوهستانی به اسم تاجیکستان که تو مرحله اول حتی صورت مستقل هم نداره، یک منطقه خود مختار هست در چارچوب ازبکستان، 3-4 سال بعد تازه به صورت یک جمهوری در میاد و اینجا خب این همراهی در واقع بلشویزم و پانترکیزم خیلی روشن هستش. و به همون صورت در قفقاز که ما میبینیم که در مراحل اولیه همراهی بوده و خیلی هم نهایت استفادهشون رو از این مسئله میکنه. خب این مراحل تنها توی سالهای آخر جنگ هستش که در ایران مطرح میشه، بیشتر هم ایرانی های مقیم عثمانی یا ایرانی های قفقاز هستن که خیلی هرچند دیر هنگام ولی خب توجه جدی میکنند. خب استحضار دارید که این ماجرا با آذربایجان نامیده شدن اران هم عجین هستش و جزء همین موضوع است. این رو ما میبینیم که از این مرحله به بعد بحث زبان فارسی در دوایر رسمی ما هم شناسایی میشه. یعنی ما در ایران یک مرحله، اینا صحبت اوایل دهه 1300 هستش، شاهد تخصیص بودجه و تعریف برنامه‌های برای توسعه زبان فارسی مثلا در حوزه‌های ترک زبان خودمون هستیم و همچنین تقویت زبان‌های مدارس آموزشی خودمون برای ایرانیان قفقاز و تا حدودی هم آسیای میانه مخصوصا اشخاباد و غیره، که خب یک دوره ای است که دوره کوتاهی هستش. مثلا در این حوزه جالب اینه که نقش اصلی هم بر عهده آذربایجانی ها هستش، یعنی مثلا در مجلس شورای ملی وکلای آذربایجانی هستن که
خواستار تخصیص بودجه هستند برای آموزش و توسعه مدارس در مثلا آذربایجان. و جالب اینه که مخالفت اصلی هم از جانب به اصطلاح وکلای فارس میشه، یعنی برخلاف این تصوراتی که بعدها القا میشه که فارس ها دارن این کارو میکنن، نه، آذربایجانی های ترک زبان ما هستند که خواهان این کار هستند. و در مجلس هم اگر مخالفت میشه میگن چرا شما، یعنی اصلا نمیفهمن، اصلا متوجه نیستن که موضوع چیه. و باز هم وکلای آذربایجان هستن که تاکید میکنن و تعریف میکنن و میگن که این بحث چیه و چرا لازمه ما مثلا توی سرکان کمتر خرج کنیم در تبریز بیشتر خرج بکنیم. این موضوع مقاله ای هم بود که آقای بهمنی قاجار روش کار کردن. یکی دیگه از ویژگی های این بحث به هر حال این توجهی که به وجود میاد در این دوره، مقطعی و گذرا موندن این بحث هستش. یعنی ما در همون سالها، در همون اواخر دهه، اوایل دهه 1300 یک نوع آگاهی پیدا میکنیم، برای مدت زمانی هم در صدد تدبیر به هر حال راههایی برمیاییم برای تقویت حوزه زبان فارسی، ولی خیلی سریع فراموش میشه. یعنی وقتی که در خود اون کشورها اون موج تبلیغاتی فرو منشینه، در ایران هم به دست فراموشی سپرده میشه، تبدیل به یک سیاست دراز مدت نمیشه. خب ما میدونیم که با شکل گیری ناسیونالیسم ترک تحت نظر مصطفی کمال، خب یک مرزبندی خیلی روشنی با پانترکیزم میشه. یعنی اون ناسیونالیسم یا اون تعریفی که از ترکیه مصطفی کمال میده، تعریفی است محدود به جمهوری ترکیه و با یک مرزبندی سری هم با پان اسلامیسم هست، هم با پان ترکیسم هست و خیلی هم به درستی هم هر دو عامل رو، عامل فروپاشی و اسم هلال و اون نکبتی که در واقع دامنگیر بخش بر جای مانده از ترکیه شد، میدونن. و این ماجرا خب ادامه داشت تا حدودی، البته خوب پان ترکیسم در حاشیه بوده، ولی سیاست رسمی، سیاست کمالیستی به هر حال در تنافر با اون بود تا مراحل اخیر که دوباره شاهد نو عثمانی‌گری و تبعات دیگرش هم در حوزه های پان اسلامی و هم در حوزه های پان ترکی هست. خب این در اتحاد جماهیر شوروی هم به همین صورت است، هم در قفقاز در آسیای میانه اون ائتلاف نانوشته‌ای که میان بولشویسم و پان ترکیسم بود کاملا برباد میره. یعنی به هر حال استهزار دارید، مثلا در جریان کنگره باکو انور پاشا قرار میشه برای کمک به بولشویسم به آسیای میانه، به ترکستان بیاد و خب خیلی سریع اونجا ملحق میشه به قوای باسماچی ها و بر ضد نظام شوروی وارد عمل میشه. خب این نقطه عطف هستش، این دگرگونی. و ولی به هر حال چند سال طول میکشه تا اون حرکتی و ائتلافی که شکل گرفته بود در واقع از حرکت بیفته. و حتی میشه حد زد که جمهوری مستقل شدن، جمهوری سوسیالیستی شوروی شدن تاجیکستان هم، از یعنی گذرش از یک منطقه خودمختار به یک جمهوری مستقل هم تحت همین تحولات صورت گرفت، یعنی کم رنگ شدن اون ائتلاف اولیه میان بولشویسم و پانترکیسم. این بی‌توجهی که من خدمتتون عرض میکنم خب مصادیق خیلی مختلفی داره و فراموشی که به وجود میاد. ما در سالهای بعد از شهریور 20 تجدید مطلعی داریم، یعنی در چارچوب پیش آمدن بحث تشکیل فرقه دموکرات و حرکات تجزیه طلبانه ای که تحت اون عنوان صورت گرفت. خب میدونید یکی از ارکان عمدش بحث به اصطلاح زبان مادری بود، بحث زبان ترکی بود. ولی خیلی جالبه که به هر حال در این دوره شما نوشته ها و بررسی هایی که میخونید تقریبا هیچ اشاره‌ای به پیشینه این بحث نیست. خب تجدید مطلع یک مطلع خیلی دیرینه هستش، ولی در سالهای بعد از شهریور 20 شما اصلا نمی‌بینید که هیچ اشاره‌ای بشه به این که خب این بحث رو ما 20 سال پیش هم داشتیم، 25 سال پیش هم داشتیم، اون موقع چه فکری کردیم. و از همه مهمتر طرح این پرسش که چی شد که دیگه فکر نکردیم،
چی شد که فقط این تدابیری که در ذهنمون بود فقط یک تدابیر چند ساله بود و به دست فراموشی سپرده شد. و جالب اینه که به هر حال خیلی از اون چهره ها خودشون بودن. خب در اون دوره اول رویارویی در سالهای بعد از جنگ جهانی اول، مقارن با شکلگیری در واقع یا آذربایجان نامیدار شدن اهرام، ملک الشعرای بهار در روزنامه ایران سلسله مقالات فوق العاده مهمی در نقد این دگرگونی و این جعل تاریخی نوشت. ولی همین ملک الشعرای بهار که صاحب قلم هم هست، در سالهای بعد از شهریور 20، در سال 24، در سال 25 که این مطلع تجدید میشه، جز یک مقاله به هر حال خیلی مهجور که در ایران ما در اومد در سه بخش که ایران ما هم همون موقع توقیف میشد، یکیش هم تحت عنوان یغما در اومد، یک اعتراض خیلی کوتاه کرد در همون آذر 24 که آقا شما چرا صحبت ترک و زبان ترکی میکنید و اینا، ولی دیگه کوچکترین بحثی نکرد. اینجا خیلی جالبه، یعنی حتی آدمهای ما که اون دوره رو از سر گذروندن در این دوره این ارتباط تاریخی رو برقرار نمی کنند و این اهمیت این موضوع رو از نقطه نظر سیاست های دراز مدت مورد تحکیل قرار نمی دن. یکی دیگهش خب دکتر محمود افشاره. دکتر محمود افشار در اوائل دهه 1300 و مجله آینده با اون مقالات معروفی که در مورد خطر زرد و خطر آبی و سرخ و غیره نوشت، خب یک دیدگاه ملی مطرح کرد که حالا من در موردش بعدن صحبت می کنم. ولی همین محمود افشار که در همون موقع بحث آذربایجان رو در دهه 1300 مطرح کرده بود، بحث پانترکیسم رو مطرح کرده بود، در سال 24 و 25 کوچکترین اشاره به این وجهش نمی‌کنه. محمود افشار مقاله می‌نویسه، به ترکیسم هم حمله می‌کنه، ولی تحت هدایت روزنامه چپگرای داریا زیر نظر سید حسن ارسنجانی به ترکیه داره حمله می‌کنه در اون دوره و به پانترکیسم استانبولی داره حمله می‌کنه، نه به وجه پان آذریش که الان لبه تیزی گرفته در چارچوب سیاست های توسعه طلبانه اتحاد جماهیر شوروی بروز پیدا میکنه. این جالبه که همونجا هم امثال ارسنجانی و اینا که به هر حال با روسا کار میکردن در اون دوره میتونن این رو یک جریان انحرافی به یک مجرای انحرافی سوق بدن. ما اون موقع بحثی با ترکیه نداشتیم، ترکیه حتی با ما همسو بود و ترکگراهای ما امثال دکتر جواد هیئت و اینا هم مخالف سرسخت برحال ماجرای پیشبری بودند و خود ترکیه هم خیلی مخالفت میکرد، چون همزمان دوچار تحول مشابهی شده بود، چون در همون موقع که بحث آذربایجان جنوبی و بحث فرقه و غیره پیش اومد، خب تا همون موقع هم دولت شوروی از زبان ارمنستان و گرجستان ادعای ارضی نسبت به قارس و اردهان و ارمنستان در واقع ترکیه و اینها مطرح که ترک ها حواسشون بود، ولی دکتر محمود افشار در این دوره داره تو یک مجرای دیگه میره. یا مرحوم تقی‌زاده که به هر حال از اول تو این کار بود در این دوره صحبتی نمی کنه. یعنی این فراموشی که من عرض میکنم که خیلی عارضه غریبی است در این دوره همچین مساقی داره. البته راجع به تقی‌زاده من بعدا توضیح بیشتری میدم. ما این رو در واقع در مراحل بعد هم میبینیم، یعنی ما بعد از انقلاب اسلامی 1358 که دوباره تجدید مطلع داریم در این حوزه، باز هم ارتباط تاریخی برقرار نمی کنیم. در سالهای مقارن با دوره اصلاحات و دوره خاتمی و اینهای که بحث جراید قومی هستش و جراید دانشجویی هست، تجدید مطلع هست، بعد از چند سال باز همین ارتباط تاریخی رو برقرار نمی کنیم. یعنی هر دفعه هر نسلی که مواجه میشه با این بحث مثل اینکه تازه از صفر روبرو شده و هیچ درسی از تاریخ و جغرافیاش نمیگیره، که به نظر من چیز غریبی است این بحث فراموشی که باید در موردش در واقع واقعا فکر کنم. من خودم یکی از علل این بحث رو یک نوع سهل‌انگاری میبینم و شبیه حالت یک کودک متنعم و دارا که در واقع قدر دارایی‌های خودشو نمیدونه به چه قیمتی به دست اومده، این تمامیت ارضی، این هویت ملی با چه سختی با پشت سر گذاشتن چه مراحل چند هزار ساله‌ای حفظ شده و بی‌اعتنا هستش بهش. یه بحث دیگه‌ش هم اینه که ما موقعی که در آغاز شکل دادن به یک اندیشه ملی بودیم، یعنی در سال‌های بعد از جنگ جهانی اول، دوچار استبداد و اختناق رضا شاهی شدیم. یعنی شما اگر توجه بفرمایید الان هم که ما میایم سوابق شکل‌گیری ناسیونالیسم در ایران رو
ناسیونالیسم معاصر رو بررسی بکنیم، جز روزنامه کاوه و مجله فرنگستان و سه تا چهار تا مقاله دکتر محمود افشار در آینده تقریبا هیچی نداریم. بعد از اون هم دوچار استبداد میشیم، دوچار اختناق میشیم و این خشک میشه. بعد از شهریور 20 هم که در واقع دوباره فضا باز میشه، دیگه ناسیونالیسم ایرانی، اون ناسیونالیسم برخواسته از مشروطه و بحران جنگ جهانی اول، ناسیونالیسم منعطف به مسائل مبتلا به مملکتی، زبان فارسی، رفاه و رونق و در واقع ساخت بازسازی ایران، یک نوع ناسیونالیسم خیلی روی خاکی و معطوف به مسائل مبتلا به مملکتی، کارخونه بسازیم، راه بسازیم، دیگه اون نیست. یک نوع ناسیونالیسم در واقع ضد امپریالیستی ما داریم شکل میدیم که خیلیش هم به نظر من موهومه. یعنی میریم یک قولی از شرکت نفت میسازیم، بعد خودمون در مقابل این قولی که ساختیم به زانو در میاییم، در صورتی که خب مسائل عمده مملکتی شاید هم فقط این نبود. بحث بهداشت بود، بحث راه بود، بحث توسعه اقتصادی بود، بحث حفظ موازنه بازسازی ارتش بود، اون مسائلی که در دهه 1300 واقعا مسئله ما بود و میره تو یک مجرای دیگه، یک نوع بیگانه ستیزی. ما خب بیگانه ستیزی در ناسیونالیسممون داشتیم، ولی در دوره مثلا فرض بفرمایید بعد از جنگ جهانی اول، خب هزار تا مسئله و گرفتاری داریم خودمون دیگه، برای خودمون در مناقشات و مناسبات خارجیمون دردسر درست نمی‌کنیم. اما حواسمون هستش که همین به هر حال 4 تا مدرسه بسازیم، 5 تا کارخونه درست کنیم، اصلاح طرق و شوارع بکنیم، اون چیزایی که به عقل در واقع میلیون اون دوره میرسید، یک کشوری را از صفر بتونن بسازن. بعد هاست که در واقع این ناسیونالیسم یک وجه تخیلی به نظر من پیدا میکنه و به جنگ به مسافه یک سری قدرت ها و مشتری نمیدونم محکم به دهن این اون زدن میره که خیلی هم شاید ضرورتی نداشته و این بیتوجهی رو به نظر من به پیش میاره، بیتوجهی به مسائل مبتلا به مملکتی. خب نکته دیگه که من میخوام اینجا مطرح بکنم در واقع نوع نگاهایی است که در این دوره به گذشته ما شکل میگیره. یک نوع نگاهی مثلا به همین هویت ایرانی، مثلا به عنوان من یه نمونه خیلی مشخصش نوع نگاه مرحوم دکتر ذبیح‌الله صفا است، مخصوصا در تاریخ ادبیاتی که نوشته، نوعی که در واقع لبه تیز حمله رو بر ستیزه با مثلا به نوعی اعراب گذاشته، لبه تیز حمله رو به نوعی بر ستیزه با ترکان و مغولان گذاشته و خیلی جنبه به نظر من تندی داره. من خودم مثلا بیشتر نوع نگاه دکتر مرتضوی رو میتونم تایید بکنم که در همون چالش ها هم یک نوع اطلاع بعدی رو میبینه. یعنی ما به هر حال در رویارویی یا در فروپاشی که در مقابل هجوم اعراب داشتیم، از تلفیق عربی، از تلفیق علوم اسلامی، از تلفیق قرآن، عرفان و غیرش، خب یک روح تازهی به زبان فارسی میبینیم دمیده شده. یا حتی بحث ترکان و تیموری ها و غیره، خب به همون طوری که امثال دکتر مرتضوی تاکید میکنن، خب این هم باعث دمیده شدن روح جدید، باعث روان شدن خون تازهی در این پیکر کهن میشه. یعنی این طور هم میشه نگاه کرد و یک مقدار از این مباحث در واقع تند و تیز که در یک دوره جاری بود گذشت. یعنی الان به یک سنتز معقول تری رسید که به هر حال ما سختی های مختلف دیدیم، دوچار فروپاشی ها شدیم، تحت اشغال اقوام بیگانه ها هم در آمدیم، ولی باز هم به قول امروزی ها تمام اینها رو به فرصت تبدیل کردیم. یعنی باز هم برآمدیم از این تو، از خود کردیم، بهشون دادیم، ازشون هم گرفتیم، خیلی هم مغروریم به یک نوعی. خب این رو مثلا من در چیز هم میبینم، یه اشاره کردم قبلا به بحث معارف در آذربایجان، در شکل‌گیری ناسیونالیسم معاصر ایران خب عامل آذربایجانی نقش تعیین کننده داره. یعنی شما اونجا تقی‌زاده رو میبینید، کاظم‌زاده ایران شهر رو میبینید، رضازاده شفق رو میبینید، امثال اینها رو میبینید، در کنارش دکتر محمود افشار یزدی رو هم میبینید،
همون دکتر محمود افشاری که محمد امین رسولزاده به طعنه ازش به عنوان ترکای افشار یاد کرده بود، یعنی او رو هم ترک میدانست به این. خب ولی منظورم اینه که باز هم در همون دوره مثل قدیم، مثل دوره بعد از غزنوی ها، سلجوقی ها، تیموری ها غیره، باز هم همین عنصر ترک زبان ایرانی است که نقش عمده ای داره در شکل دادن به ناسیونالیسم جدید و معاصر ایران. یه بحث دیگه ای که من فکر کردم شاید لازم باشه مجددا مطرح بکنم، بحث خب چون محور اصلی صحبت ما روی بیتوجهی است، بحث بیتوجهی به زبانهای ایران هستش. ما اگر توجهی داشتیم که خیلی توجه شکسته بسته است، مخصوصا در ادوار مختلفی که فرهنگستان داشتیم، فرهنگستان شده، تأکیدمون بر زبانهای ایرانی بوده به معنای زبانشناختیش به عنوان شاخه از زبانهای در واقع هند اروپایی. خب بحث زبان فارسی هستش، لهجه های مختلفش هستش، تا حدودی هم گاهی مثلا زبان کردی رو هم یک عنایتی بهش میکنن، چون جزو، یعنی زبانهای کردی رو چون جزو زبانهای ایرانی در واقع تلقی میشه. ولی به زبانهایی که در ایران هستش و زبانهای ایران هستش توجهی نمیشه. خب زبانها، ما گونه های مختلف زبان ترکی در ایران داریم که بهش میبایستی توجه بشه، میبایستی دانشی در مورد شکل بگیره. زبان عربی داریم، زبان آشوری داریم و غیره که اینها بیتوجهی بهش میشه و الان ما داریم بهای این بیتوجهی رو میپردازیم. الان سالهاست بنا به دلایلی، بیشتر دلایل سیاسی، بحث پرداخته شدن به زبانهای دیگه جاری در ایران به غیر از زبانهای ایرانی به معنای زبان شناختیش هم مطرح شده. ولی الان که چند سالی صحبت برنامه‌ریزی میشه، صحبت تدوین کتاب درسی میشه، قیم میشه، کوچکترین دانشی ما در این حوزه نداریم. حالا دانشی که در مورد زبان فارسی داریم، اون هم بیشتر مدیون شرق شناسا هستیم و گونه های مختلفش، اون هم بماند، اون هم ولی کاری نداریم. و این هم به هر حال در چارچوب بحث زبان در ایران، این هم نکته ایست که ما باید بهش توجه کنیم که به هر حال زبان های ایران هم اهمیتش کمتر از زبانهای ایرانی به همون صورت شکسته بسته که بهش توجه شده نیست. این رو من یه مثالی هم بزنم. سال 65 دکتر جواد هیئتی کتابی منتشر کرد، سری در زبانها و لهجه های ترکی، خیلی کتاب مهمی بود، ولی با بازتاب فوق العاده منفی روبرو شد. همون موقع در نشر دانش آقایان خانم ها اطلاع داشته باشن، خیلی زیاد تندی شد نسبت به این کتاب، در حالی که کتاب فوق العاده عالمانه و دانشمندانه ای بود. حالا سلیقه های دکتر هیئت، گرایش های دکتر هیئت، اینا خب اون یه بحث دیگه است، ولی کتاب خیلی علمی بود، مخصوصا از نظر مثلا اثبات همین نکته که برخلاف صحبت هایی که بعدها می شد که اصلا در ایران ترکی ممنوع بود و نمیدونم اینا، خود دکتر هیئت از صدها کتاب ترکی که در دوره پهلوی چاپ شده یاد کرده، از بحث، از همین مباحثی که به هر حال بوده. یعنی ما میگیم ممنوع بوده، ولی اینا مقطعی بود، یه دوره ممنوع میکردن بعدن دوباره از یه تو یه چارچوب دیگه در میامد. یعنی این، ما هیچ وقت سیاست، حالا درست یا غلط، سیاست دراز مدتی که به عنوان یک استراتژی ملی تلقی بشه ما نداریم. در یک دوره مثلا ارتش تصمیم میگیره، میگه من میخوام واحدهای نظامی که درست میکنم مثلا بیشتر، مثلا در نقاط ترک زبان، مثلا از سمنان هم بیارم یا اونها رو ببرم بفرستم، به سیستان و بلوچستان هم بفرستم، بسی که تو حوزه نظام وظیفه بود و به هر حال مهمم بود. ولی خب این هم بازم سیاست دراز مدت نیست، یعنی برخلاف تهمت هایی که زده میشه و از یک نوع پان فارسیسم و پان ایرانیسم و اینها یاد میشه، ما اصلا همچین چیزایی نداریم، همش مقطعیه، روز به روز، یه روز داریم، دو روز نداریم، تقریبا ول میشه. این هم به هر حال نکته ایست که من فکر کردم از نقطه نظر تاریخی ما باید بهش توجه بکنیم. یک نکته دیگه ای هم که من فکر کردم شاید بعد نباشه بهش اشاره بکنم، بحثی در مورد معارف که اینجا میخوام برگردم به بحث سید حسن تقی‌زاده که خیلی کوتاه بهش اشاره کردم. استعذار دارید، به هر حال سید حسن تقی‌زاده خب به عنوان یک روشنفکر ایرانی آذربایجانی در بطن بسیاری از تحولات بود.
سید حسن تقی‌زاده بعد از اینکه از ایران به استانبول تبعید شد بعد از مجلس دوم، خب در استانبول با محمد امین رسولزاده و بسیاری از ترک‌گرایان دیگه، احمد آقایوف غیره، اینا همراه بودن، دوست بودن، هم منزل بودن و در جریان شکل گیری پان‌ترکیزم بود. تقی‌زاده خیلی برات هم از همون دوره نوشت و هم در ادوار بعدی، ولی تقی‌زاده اعتقادی به رویارویی با پان‌ترکیزم نداشت. تقی‌زاده اعتقاد کلی به معارف داشت. یعنی من به هر حال همین نامه‌های مختلفش رو در ادوار مختلف خوندم یا یادداشت‌های مختلفش رو که بررسی کردم، تقی‌زاده معتقد بود که ما باید در ایران معارف پروری کنیم. اصلا رکن اصلی نگاه تقی‌زاده روی معارف بود و چندین مقاله هم نوشت. یعنی معتقد بود که ما باید سواد آموزی کنیم، ما باید مدرسه و آموزشگاه و دبیرستان و دانشگاه بسازیم و بودجه اصلیمون هم باید صرف این بکنیم. یعنی معتقد بود به مراتب بیش از کارخونه و راه و حتی حالا تا یک مراحلی مثلا موارد دیگه ما باید روی معارف سرمایه گذاری کنیم. بحث هم که هرگاه هم که بحث مثلا پان‌ترکیزم میشد، با آگاهی و دانشی که خودش داشت اولا موضوع رو میشناخت، در این حال معتقد بود که ما مواجهه مستقیم نباید بکنیم، ما باید صرفا بذاریم روی آموزش پرورش. که من خودم فکر میکنم احتمالا خب این یه نگاه معمولی بود. حالا تقی‌زاده این رو خیلی روشن بیان میکرد، احتمالا اون بیتوجهی هم که ما داریم یه مقدار شد پاری از روشنفکران دیگه ای ما هم فکر میکنن. ما صرف همین که در واقع آموزش عمومی رو بالا ببریم، میزان سواد رو بالا ببریم، جلوگیری کنیم از در واقع امکان تحریک و تأثیر و عوام فریب ها، بردیم دیگه، لازم نیست با مصادیقش رو به رو بشیم. من خودم تصور میکنم که احتمالا اینطور نیست. یعنی در کنار اون مسائل میبایستی به این مباحث هم تأکید میشد، توجه میشد. صرف این که ما به هر حال با سواد داره زیاد میشه تو جامعهمون به دلیل به صورت چیز پیش نمیره، به صورت یک راه حل اتوماتیک، برای اینکه خب با خیلی از این عوارضی که عوارض خاصی است هم مبرا خواهیم بود. به نظرم میاد که این نگاهی که امثال تقی‌زاده داشتن در این حال که از نظر کلی درسته، ولی به معنای نادیده انگاشتن و به مقابله و شناسایی صریح این مسائل رفتن نیست. شاید هم این نوع نگاه در اون سهل‌انگاری که و اون بی‌توجهی که من فکر میکنم از خصائص ماست در تعریف و در واقع تبیینش کمک بکنه. نوع دیگرش هست، نکته دیگه‌ای هم که حالا در مراحل پایانی این بحث میخوام بهش اشاره بکنم، مثلا بحث توجه بیش از حد ما به مسائل فنی زبان فارسی است که توی دو ادوار مختلف فرهنگستان، چه دوره اولش که دوره رضا شاه تأسیس شد و چه دو دوره برای کوتاه دوره محمد رضا شاه، حالا ادوار اخیر هم که جای خودش داره، ما بحث زبان فارسی مون رو بیشتر در چارچوب پالایش به اصطلاح زبان فارسی از لغات بیگانه دیدیم یا وضع لغات جدید در مقابله با امواج پی در پی تجدد و نوگرایی و اشاعه و بر حال اصطلاحات و کلمات جدید. یا به هر حال شما اگر نگاه بکنید به تاریخ تلاش و تکابوهای مربوط با زبان فارسی، خب تقریبا هیچ روشنفکری رو شما پیدا نمی کنید که یک بحثی در مورد تغییر خط نکرده باشه. یعنی به اون اندازه‌ای که به تغییر خط توجه شده، هر کس رد شده یه خطی برای خودش ابداع کرده، یا یعنی به عنوان یک نور راه حل میانبر که ما بگذریم از این مشکلات و از سر خودمون باز بکنیم، یک کلید سحرآمیز. خب یکی از این کلیدها هم به نظر میاد همین کلید خط تلقی میشده، که اگر ما مثلا خطمون خیلی عام به فهم تر بشه، مثلا تمام مسائلمون حل میشه به یک نوعی، که یه مقدار شبیه همون نگاه معارف پرورانه شاید سید حسن تقی‌زاده هم باشه. تقی‌زاده هم البته در یک دوره بود، ولی خیلی سریع خودش رو کنار کشید از بحث تغییر خط. یعنی
مرحوم یحیی زکا یک جزوه‌ای داره، من فکر می‌کنم دهه 1330 در اومد. اصلا حیرت انگیز، حالا احتمالاً همه هم احسا نکرده تمام این افرادی که هر یک بنایی، ولی خب واقعا کسی نیست که رد شده باشه در این مملکت و یک خط جدیدی ابداع نکرده باشه. اینم چیز حیرت انگیزی است از نقطه نظر پرداختن به مسائلی که به نظر میاد بیشتر حاشیه‌ای باشه. من تصور میکنم که صحبتام تموم شد، امیدواریم همونطور که عرض کردم بیشتر به نکات و مسائلی است که احیانا از این اشارات در بیاد. تشکر میکنم. نه، بستگی به مدیران جلسه داره. شیمی داری بشه ما میشتم بهتره. بله، حالا من این بالا قرائت میکنم تقریبا همونه. اگر نکته دیگه ای بود لحن ما رو نمیکنم. فکر کنم یه جوری هم نوشتن که اصلا من نتونم بخونم. بفرمی. سه تا سوال رو از ما مجدرش کردم. مرکز اول بحث گزینه سنجی بوده که چندین سالی هست که در دستگاه های و احوال نظارتی ما هم برقرار هست. این مفهد ضربه سنگینی به نظر شما نزده به بحث گردش فرهنگی در واقع افغان ایرانی، در واقع یک جانشینی یک فرهنگ و در واقع عدم رویت فرهنگ های دیگه باعث نشده که به نوعی خودپرستی به افغان ما رجوع بشه؟ این در واقع همین بومی سنگی و بومی گزینی. این سوال اول من هست. حالا والا بخواستم خواهش کنم که در واقع اگر میشه در همون چارچوب تاریخی بحث بکنیم، یعنی به هر حال بحث وضعیت فعلی و اینا. بله، چون حالا من اشاره خواهم کرد. حالا بفرمایید سوال دیگه‌تون. چه راهکاری برای حل شدن در واقع فرهنگی و حل شدن تاریخی این خرد فرهنگ‌های اقوام ایران فرهنگی در یک ایران بزرگ فرهنگی؟ اما چه راهکار عملی وجود داره که ما بگیم این خرده فرهنگی که در نقاط مختلف ایران هستن در یک قالب کلی بتونیم اینا رو حل کنیم و یک جزئی از یک هویت بزرگ قرار بشه؟ حالا اون بحث بومی گزینی، خب این یک چیزیست که در واقع در سالهای اخیر به وجود اومده، اونم به دلیل بیتوجهی شاید به مسائلی که ممکنه مثلا از این راه گذر عارض هویت ملی ایرانی بشه و اینا. خب نقد هم شده، مورد قبول هم قرار نگرفته و تو همه پاشته میشه. خب یه بحث دیگه، البته بحث مهم، یعنی مضر بوده همطور که اشاره کردید. ولی این بحث دومی که مطرح میفرمایید، این چیز نیست. این یعنی من فکر میکنم راهکار نیست، خطاست. یعنی این بحث مستحیل شدن و اینا، یعنی ما واقعا بنا رو باید بگذاریم بر حفظ تمامی این موزاییک هایی که هر یک به نوعی شکل دادن. یعنی من حالا ممکنه گذشته روزگار در همین جهت پیش ببره، ولی ما خودمون باید قدردان تک تک همین زبان‌ها، چه زبان‌های ایران به معنای عام چه زبان‌های ایرانی و غیره. یعنی من خودم فکر می‌کنم یه جایی ما باید وایسیم و حفظ بکنیم یک جایی. حالا روزگار چه خواهد کرد؟ ممکنه ما 50 سال دیگه هم به زبان انگلیسی صحبت کنیم، من نمی‌دونم. یعنی احتمالاً هم همینطور هست، این بحث تمام ول میشه میره. ولی به هر حال اون چیز نیست، یه دوره‌ای بود. محمود افشار معتقد بود که ما باید حل کنیم، یا باید مثلا مستحیل کنیم، لباسمون هم باید یکی بشه، زبانمون هم باید یکی بشه. اینا خب مال نگاه‌های اون دوره‌ای بود. یا حتی اسامی اماکن را عوض میکردن، مثلا به هر حال چه میدونم در خوزستان یک سری اسم عوض کردن، در جاهای دیگه. حالا خیلی هم بیراه نرفتن، خوزستان بود یا حالا، ولی خب خیلی جاهای دیگه شم یه جایی شما ما واقعا با اسم عوض کردن خب مشکل داریم دیگه. حالا دری به تخته میخوره، یکی میاد یکی میره، دوباره باید بشینی از نو اسم عوض کنی. یعنی یک جایی هم یک ملتی باید فکر کنه که من وایس باشم. در خرد فرهنگ بزرگتر از اصل فرهنگ ملی میشه، اینو من باش چیکار بکنم؟ حالا مثلا هم دو تا فهم دو تا تابعه فهم دادم، ما باید از آذربایجان پرستی به ایران پرستی و در واقع به ایران خواهی برسیم، به وطن خواهی برسیم. متاسفانه الان به یک در واقع اقوام خواهی برقرار شده. این توجه زیاد به اقوام و فرهنگ اقوام در واقع باعث میشه که اون فرهنگ قوم یا قبیله یا اقوام بزرگتر فرهنگ
کلی فرهنگ در ایران بخوام صحبت کنم، در واقع فرهنگ ایران خواهیم میشه. اینو چه راهکاری داره؟ حالا من راهکار مقابله نمیگم، چه راهکاری در واقع همزیستی مسالمت آمیز این اقوام بعد هم دیگه باشه که بزرگتر از فرهنگ اصلی نشه. من خدا من تصور با لباس کردی که تو تهران ببینیم راه بره یا مثلا با لباس محلی شد، اما این نشه که اون بیاد در مرزهای هویتی خودش رو بخواد بزرگتر از مرز هویتی نه، ما خودمون اگر این موضوع رو به رسمیت بشناسیم، چون من صحبت هستیم اینه که ما این چیزا رو هیچ‌وقت به رسمیت نشناختیم، توجه نکردیم، بحث اصلیمون نبوده، باید باشه، راه حل خودش رو پیدا می‌کنه. یعنی توجه بکنی، رسیدگی بکنی، کرسی درست بکنی، خودت درست بکنی، خودت بهش بپردازی، فارغ از شایبه‌های سیاسی، فارغ از تحرکات سیاسی و غیره. من فکر می‌کنم اینا همه در چارچوب شناسایی و حفظشون راه حل داره، یعنی چیز نیست، چیزه عجیب غریبی نیست. بول فرق نمی کنه دیگه، نمی دونم چی شد. من تکرار خواهم کرد این بحث رو. نه من شنیدم ولی برای دوستان چیز خواهم کرد. یعنی من سوال شما رو تکرار میکنم و چیزی که من یعنی سوالی که شد در مورد نوعی بیتوجهی حاکمیت حالا و برحال دستگاه های مسئول به بحث زبان و هویت ملی و غیره هستش که سوال برحال درستی هم هستش، ولی ما برحال اون دورهی که من در موردش صحبت کردم، یعنی دورهی که از نهضت مشروطه آغاز میشه حالا تا سقوط نظام پهلوی هم ادامه پیدا میکنه، دوره ایست که رسماً زبان فارسی، هویت ایرانی به عنوان یکی از ارکان برحال مملکت رسمیت داره و بعضش اونطوره. متوجه؟ یعنی در همون دوره‌ای که به هر حال تعریف رسمی ما یک جایگاهی برای این موضوع هستش، به درستی بهش توجه نمیشه. یعنی اون خود، یعنی ما یک سنتی داریم. درسته که بعد از انقلاب اسلامی، بعد از در واقع کم اهمیت، یعنی اهمیت بیشتر پیدا کردن هویت اسلامی، امت اسلامی و کم رنگ‌تر شدن نقش ایران و ناسیونالیسم ایرانی و غیره، خب خیلی این ماجرا ضربه میخوره، ولی تغییر ماهوی ایجاد نمیشه. یعنی این بیتوجهی رو هم با در چارچوب همون بیتوجهی پیشین هم میتونیم ببینیم. یعنی خیلی اون موقعی که توجه میکردن چه گلی به سر این هویت ملی زده شد که مثلا حالا که دیگه بیتوجهی، البته خب بیتوجهی هست، یعنی ما میبینیم این موضوع رو و خب خیلی مسائل رو تشدید کردی. یعنی شما خیلی از به هر حال تحرکات قومی رو که ما شاهد هستیم، خب اینها عیب شمرده نمیشه. یعنی به هر حال این واقعا مشکلی است. یعنی ما مقابله نمیبینیم با اینها که حتی در خیلی از جاها همراهی هم میبینیم با این مسئله. یعنی کاملا روشنه این موضوع. حالا ما اسمشو میذاریم نابسامانی، اسمشو میذاریم به هم ریختگی، نمیدونم، ولی خب این موضوع است. ولی خب اصولا اگه در اون نگاه تاریخی نگاه کنید و در اون سهلنگاری و خوشخیالی مزمن ما ایرانی ها، چون ما ملتی هستیم که خیلی داریم و قدرش رو نمیدونیم، فکر میکنیم این همینطوری ازلی هست، ابدی هست. یعنی من بیشتر این خوشخیالی رو خیلی تاریخی تر میبینم. خب الان هم توهم شده با این بحث در واقع تعارض و بعضی ها در تعارض و تناقض میبینن، مثلا فکر میکنه بین هویت اسلامی و بین هویت ایرانی تعارضی هستش، ولی خب در این حال هم شما شامل تون روی های عجیب هم هستید. یعنی یه باری که از وسطش مکتب ایرانی هم داره میاد بیرون که بازم مثلا معلوم نیست نه سرش چیه تهش چیه، یا حتی دامن زدن به شوونیسم ملی. یعنی شما از یک ناحیه های صحبت در واقع 17 شهر قفقاز و نمیدونم هرات و اینا میکنید که اصلا تو چنده هیچ پان ایرانیستی هم پیدا نمیشه. یعنی اینم هست، یه به هم ریختگی خیلی عجیبیست. ولی خب ما اصولا بیتوجه بودیم نسبت به این مسائل، الان هم که دیگه مزید بر علت شده این موضوع. شما ترکیب مورد
توجه دهه‌های اخیر به هر حال به نظر می‌رسد که یک برنامه مدونی، حالا اینو با اون تفکر مثلا دایجان ناپلئونی نه، ولی حقیقتاً اینه که یک برنامه مدونی هست برای ترویج بومگرایی در کشور ما. و شوربختانه باز به نظر می‌رسد که حاکمیت ببینید صرف نظر از نوع حاکمیت، این نخستین وظیفه تعریف شده هر حاکمیتی که دفاع از تمامیت ارضی وحدت میدان نمادهای اولین وظیفه هر حاکمیت است. من بیشتر تاکیدم روی دههای دو دهه اخیر هستش که شوربختانه حاکمیت هیچ توجهی به این مسئله مبذول نداشته. خب دیگه خیلی وارد این بحثا نمیشه شد من تصور میکنم، چون به نظر میاد خب از یک حاکمیت که صحبت نیست که هست، چندین حاکم، یعنی خیلی سخت آدم یک جاهای حساسیت کمتره نسبت به این موضوع، یه جاهایی هم حساسیت وجود داره، یعنی خیلی جاها هم هستش که صحبتش میشه، دفاع میشه، تعریف میشه، نگرانی وجود داره، ولی خب یه حوزه هایی هم نگرانی وجود نداره. شاید هم بعضی از حوزه ها فکر میکنن این به هم ریختگی باشه بهتره. مثلا عرض میکنم اینا خیلی سخته، اینا یک اطلاعاتی میخواد که ما ها نداریم، همین از دور آدم نگاه میکنه به نظر میاد. یه سوالی من خواستم این که مرزهای سیاسی واقعا میتونه اون هویت ملی رو بسازه، مثلا به شکل مثلا همین حادث، ما مثلا این قرارداد سایکس پیکو رو وقتی داریم، آیا مثلا یک کرد که این بر قرار میگیره حتما باید احساس کنه که مثلا اول یک ایرانیه بعد مثلا یک کرده، یا اون کسی که مثلا حالا توی عراق، توی ترکیه است یا توی سوریه؟ من همیشه وقتی این سوال میپرسم اول چیزی که گفته میشه میگن ما اول مثلا کردیم تا ایرانی بودن یا حالا ترکی بودن. به نظرم میاد یه مقدار تاکید گذاری روی این مرزهای سیاسی عمدتاً اینا هم کاذبه، هم اون آرمان‌های یونیورسالی که میتونه هممون رو واجد مثلا علاقمندی به عدالت، آزادی، مبارزه با ظلم، اینا رو یه مقدار تقلیل میبره و خیلی ما رو میبره به سمت همین مثلا هویت ملی که گاهی اوقات هم به نظر میاد با یک دولت اقتدارگرا وقتی ممزوج میشه خیلی متهم به نظرم اقلیت‌ها رو خیلی سرکوب میکنه و یه جور هژمونی کردن یک زبان به هر حال رسمی که قراره حالا زبان‌های دیگر رو هم به جور به حاشیه ببره، چون که هر نوع اقلیتی به هر حال با یه جور سرکوب قراره که اون نظم مستقر رو هی بازتولید کنه. این به نظرم خیلی نکته مهمیه که ما چقدر میتونیم به مرزهای سیاسی با عنوان یک چیزی که قراره به ما یک هویتی ببخشه که من به نظرم میاد یه مقدار هم میشه گفت خیلی حقیقی نیست و خیلی هم نمیشه روش ایستاد. یعنی به نظرم میاد یه امر مدرنیه که 150 سالی ایجاد شده، خیلی از چیزها رو به نظرم داره تحت شعاع قرار میده و واقعا بیشتر در باره سوال باشه و توضیح نباشه. به هر حال بله متوجه فرمایشات شما هستم. بس ببینید به نظر میاد به هر حال جهان معاصر از معاهده وستفالیا به بعد تقریبا قرار رو بر دولت ملت ها گذاشته و پذیرش نظم برآمده از اون. حالا عرض میکنم خدمتتون، ببینید این یک چیزی است مثل بحث دموکراسی که 1001 عیب داره ولی هنوز هم بهتر از اون تعریف نشده، یعنی مطلوب نیست ولی یه بحث تعریف شده داره، حقوق بین الملل داره، یک سری شرایطش روشن شده و به نظر میاد که اگر ما به همین ها اکتفا بکنیم و در داخل هم بر رفاه حال همه مردم، اینه که یارو راضی باشه در درجه اول اینجا باشه، متوجه این حالات راضی باشه، به همون کرد ایرانی باشه، و وقتی ناراضی یعنی من تصور میکنم ما قاعدتاً باید کاملاً به ابعاد تاریخی این بحث و به هر حال مخصوصاً مرزهای تحمیلی قدرت‌های استعماری و اینها هم آگاه هستن، ولی مرز غیر تحمیلی اصلاً کجا هست؟ یعنی ببینید شما یه بار میاد این ورتر بعد اون ترکمن یا ترک تباری که در عراق هستش هم میگه آقا تو داری حق منو میخوری، یعنی یک جایی یک اتفاقی افتاد. ببینید خیلی مورد انتقاد قرار گرفته بحث سایکس پیکو و بحث نظامی که به هر حال جایگزین شد، ولی گزینش چی بود؟ اونجا احیای امپراتوری ایران بود، احیای امپراتوری عثمانی بود، یا
قدرت گرفتن امپراتوری جدید بریتانیا یا فرانسه بود یا روسیه بود. متوجه این خیلی سوال سختیه. اکثر اینهایی هم که تو این کار بودن برخلاف حالا انتقادات بعدی که میشه بهترین های زمان خودشون بودن. خود همین کریستوفر سایکس به هر حال متخصص اصلی ایلات توایف مثلا بین النهرین بود. گرترود بل، نمیدونم سر پرسی کاکس، نمیدونم حتی لارنس عربستان، یعنی اینها حالا ما خیلی ایراد میگیریم، نتیجهش هم میبینیم، ولی چه میبایستی میشدیم وسط؟ یعنی نظم مطلوب چی میبود؟ اون هم هست دیگه. یعنی حالا مثلا میگفتیم کردستان واحد تشکیل بشه مثلا، میدونی اینا چیزاییست که بر اساس آمال بعدی شکل میگیره. کرده اونجا هر طایفش با هم دیگه مشغوله، در همون دوره شیخ محمودش چه میدونم سید عبدالله در بالا به رسمیت نمیشناخت و خیلی تفاوت داره با حالت ناسیونالیسم کردی امروزی که برای خودش یک تصور خیلی روشن‌تری مثلا از ملت کرد داره. یعنی اینا یا مثلا ارمنی‌ها خب تمام نفوس خودشون از دست داده بودن، صحبت یک ارمنستان بزرگ می‌کردن که حتی یک شهرش هم نمی‌تونستن اینا در واقع جمعیت خودشون رو توش بذارن. یعنی این یا آشوری‌ها مثلا، یعنی حق چی بود باطل اینجا چی بود؟ خیلی سوال سختیه. یعنی من فکر می‌کنم باید به همونی که اتفاق افتاد به هر حال رضا داده میشد، مثل کاری که مصطفی کمال کرد. مصطفی کمال کرد که گفت آقا ما بودیم، نمیدونم یه جا کجا بودیم، الان این هستیم، همین رو دیگر داریم حفظ کنیم، آباد کنیم، مردمم راحت باشن، راضی باشن، بتونیم زندگی کنیم با تمام تعارضاتی هم که در دل خودش داشت. مال ما هم همینه. من شما هر جوش نگاه بکنید همین بحث خراسان بزرگه، بحث نمیدونم کردستان، نمیدونم بحث به اصطلاح عربستان یا خوزستان، یعنی این چیز نداره، این یک آشوب در واقع مستدام و مستمر خواهد بود زیر سوال بردن ها. مثلا ترامپ و اروپایی که خواست واحد باشه ولی داره اتفاقا از هم میپاشه، هم به نظر میاد اینا هم از دل همون چیزی میاد که به نظر آلمان های همین یونیورسال داره هی کم و کمتر میشه. خب انشالله که اینطور نشه، یعنی در واقع اروپا اصلاح بشه ولی از هم نپاشه. مثلا عرض میکنم اینا هم الگوهای تمدنیه، خب اشتباه میکنن دیگه به هر حال. یعنی خیلی خطرناکه، معلوم نیست این چند تا چی بیاد بیرون. یعنی چی بود؟ چی میبایستی بشه؟ کردستان میبایستی میدادن به ما، یا کردستان ما رو جدا میکردن میدادن دست شیخ محمود؟ نمیدونم. یعنی خیلی شما دقیق که نگاه بکنید بهش، شیخ ازل خب صحبت بود که کویت رو بدن به شیخ، یعنی اون چیز عربی که میخوان درست بکنن بدن مثلا به شیخ ازل به یک نوعی، یا اصلا صحبت ملک فیصل اینا نبود، صحبت اصلی این بود که یک خلافت بزرگ اسلامی بشه، شریف حسین مکه هم بشه مثلا رئیسشان، ولی خب نشد. تحولات روزگاری اینا هر کدوم پرت شدن اومدن یک طرف. یعنی خیلی سخته این چونه چرا، به نظر من از لحاظ تاریخی و با دید منصفانه، حالا دید ایرانی هم که دیگه بماند که ما بگیم نمیدونم تمام فلات ایران زیر یک پرچم و اینا، اینا چیز اینا فریبنده است. در تکمیل فرمایشات سرور بزرگوارمون که درباره مرزها صحبت کردن، فکر میکنم اینجوری تصدیق بکنیم بهتره. ایشون فرمودن که یکی از مرزها ملت میسازن. من فکر میکنم اینجوری بگیم که مرزها ملت نمیسازن، بلکه یکی از عوارض وجود ملت ها مرزها هستن. یعنی رم اگر نگاه بکنیم به دور برای خودمون بکنم خیلی راحت بتونیم ببینیم، خیلی مدت زیادی ازش نمیگذره. همین نوروز رو اگر در نظر بگیریم، از تاجیکستان دوشنبه که ماکت تخت جمشید به مناسبتش ساخته میشه تا باکویی که علمدار ترک بودنه ولی بزرگترین عید ملیش همچنان با همین نام ایرانی نوروز هست، میتونیم این رو ببینیم. یعنی چیز جدایی نمیبینیم از جدایی از، نمیخوام بگم همشون ایرانی هستن، ولی چیز جدایی از همدیگه نیستن. یک ریشه‌ای در یک تنهی دارند، در هم تنیده شدن. بعد موضوع دیگه که استاد برات فرمودن درباره کم در واقع توجه نکردن ایرانی ها به موضوع پانتورکیز در مقاطع مختلف تاریخی،
به نظر نمیاد که این توجه نکردن به خاطر این بوده که اصلا مسئله ما نبوده. یعنی توی نشریات مشروطه رو اگر نگاه بکنیم تا به پس بعد از مشروطه و روی کار آمدن رضا شاه و بعد از اون مجدد دغدغه‌ای نمی‌بینیم. یعنی این صحبت‌هایی که امروز داره زده میشه به نظر صحبت‌های جدیدی میاد. یعنی اون موقع هم اگر بوده هنوز اونقدر در ایران دوچار بحران نکرده بود ایرانی‌ها رو، ولی اونهایی که با این وجود در خود استانبول رفت آمد داشتن، در آناتولی و در ترکیه و در باکو، وقتی اینها رو می‌دیدن اتفاقا حساس می‌شدن. و در ایران بحثی نبوده در این مورد. مثلا ماینورمارک تبریزی که سفیر ایران بوده در استانبول، خیلی خاطره جالبی داره در یکی از یادداشت‌هاش که اون موقع هم جراید استانبول خیلی عقاید پانترکیستی رو داشتن تبلیغ می‌کردن در اواخر عهد دوره عثمانی، و ماینورمارک وقتی داشته اونها رو می‌دیده اونجا چند تا روزنامه فارسی زبان از جمله اختر و بعدها پارس که توسط احمد خان ملک ساسانی اگر اشتباه نکنم اونجا به راه میفته، اینها به نظر میرسه که کار اصلیشون و وظیفه اصلی خودشون رو مقابله با همون تبلیغات پانترکیستی در خود خاک ترکیه میدیدن. ماینورمارک در نامه‌ای که نوشته بود به وزارت خارجه ایران تعبیر جالبی رو به کار میبره، میگه که 300 تومان برای انعام برای کمک به جریده اخدر التفات بفرمایید، در مقابل یاوه‌گویی های روزنامه های ترکی استانبول اسلحه‌ای بهتر از این نداریم. یعنی اون متوجه جنگی بوده که در استانبول شروع شده، منتها چون در ایران ما هنوز ابعادش پخش نشده، ابعادش مشخص نشده بود، شاید به این خاطره که ما میان نخبگانمون نداشتیم این حساسیت رو. این ولی اونهایی که اتفاقا رفته بودن و در خاک ترکیه و در خاک باکو، در خود خاک میشه گفت به نوعی دشمن میدن این تبلیغات رو، اونها حساس بودن به این قضیه و اونها داشتن مقابله میکردن. میشه این رو اینجوری ببینیم که اصلا موضوعیت نداشته؟ چون حالا تجربه شخصی هم هست، وقتی این ادبیات رو میشنویم پیش پدر یا پدر بزرگمون، وقتی این ادبیات همین دوستان رو به کار میبریم اصلا متوجه منظورها نمیشن. اون واژه هایی که به کار میره، ادبیات خاصی که به کار میره، اون اسامی خاصی که به کار میره، حالا دوستان احتمالاً آشنا هستن با واژه هایی مثل بولبورد و مانگورد و اینها، وقتی به کار میره اصلا آشنا نیستن، یعنی تعریف نشده است براشون. میتونیم اینجوری ببینیم که اصلا موضوعیت نداشته برای ما در اون خواستگاهش، خواستگاه داخلی نبوده، یک خواستگاه خارج از مرزهای ایرانی بوده که اینها در واقع اون سنسورهایی که ما خارج از خاک ایران داشتیم در واقع اونها حساس میشدن نسبت به این خواستگاه. در واقع داخل ایران هیچ وقت موضوعیت نداشته همچین خواستگاه قومی، حتی قومیت طلبی در واقع تزریقی بوده که به خاک ایران وارد میشده. و حالا بکنم زمینه این فرمایش دوستان این باشه که آیا بهتر نیست که ما در خاکهای در واقع به اصطلاح کشورهای همسایه‌مون ما پادزهرا رو اونجا طراحی بکنیم، به بحث هویت ایرانی رو اونجا از طریق روزنامه و مواد فرهنگی جلو ببریم از دوستانمون اونجا؟ این بهتر نیست که این هویت ایرانی در واقع ضربه‌هاش از خارج از کشور داره وارد ما میشه با توجه به اینکه همین مرز سیاسی رو قبول داشته باشیم؟ بفهمید سوال بهتر اصلا خودم بحث های شما تو تخاصم یه جور همیشه یه جور دیگری هم اگر صحبت کردن چون به هر حال سخنرانی متعلق به استاد هست و اگر سوالی پرسیده میشه ایشون باید هم باید جواب بده. آیا خواسته داخلی هست یا نه؟ ببینید به هر حال خب خیلی روشنه که اینا در خارج از کشور در یه مراحل شکل گرفته و بوده و واسه ما هم همین هستش. نکته ای هم که هستش اینه که این در واقع مسئولیت رو از نخبگان ایرانی زائل نمی کنه. خب در یک دوره دیدید، بعد هم آشنا شده، چی شده که 10 سال بعد دوباره فراموش کردی؟ چی شده که وقتی که دوباره 20 سال بعد شکل برمیاره به صورت فرقه دوباره هیچ نوع اصلا شما ارتباط تاریخی؟ یعنی این دیگه عیبه، این دیگه ایراده، این دیگه انتقاده و این دیگه صحبت از بی‌توجهی، از بی‌مسئولیتی هستش در این حوزه. یعنی از ما چیزی در واقع از مسئولیت ما نمی‌کنه، میدونیم ولی خواستگاهش هم خارجی.
حالا اون ببینید اون نکاتی هم که مثلا اشاره فرمودید، خب روز مجله پاس که در 12 شماره در میاد حسن مقدم هستش و لاهوتی هستش، اصلا به این مباحث کاری نداره، یعنی چیز نیست. یا خود اختر به ندرت واقعا به این موضوع میپردازه، یعنی بیشتر معارف پروری هستش، اخبار عثمانی هستش، حتی بعضی جاها تبلیغه، یعنی نشه تبلیغاتیه، یعنی به نظر میاد بیشتر حالا به هر حال چیز هستش، مورد حمایت خود دولت عثمانی هستش به نوعی، تا مثلا جامعه ایرانی یا آدمایی بودن آگاه بودن، مثلا میرزا احمد خان دانش بوده، آگاه بوده. یه بحث خیلی مهمی هم در موقعی که بحث ترک بودن زردشت مطرح میشه، برای اولین بار ایشون مطرح میکنه، جزوه نویسه، ولی خب اینا آدمایی بودن در حاشیه بودن، همین حالا هم شما باید هنوز تا بگردید تا بلکه یک ردی ازشون پیدا کنید، یعنی خیلی حاشیه‌ایه. و این چیزه، حالا ما ایراد به همه میگیریم، ولی این ایراد به هر حال به نخبگان ایرانی به نظر من وارد هستش که این رو وارد بدنه فکری خودشون نکردن. این وقتی که کل این هویت هم پایگاه، حتی پایگاه و جایگاه داخلی نداره، دیگه صحبت این که ببریم به سرزمین دشمن رو نمیدونم چیکار کنیم و اینا، واقعا صحبت های چیزیست، بی ربطیست به این موضوع. عرضی ندارم. چرا به فراموشی سپرده شد؟ بکنم توی همون کتاب پانتوکیس و ایران شما، من کتاب مطالعه کردم، اوبردون یکی از جلایل شو و اون ملی‌گرایی و ناسیونالیسمی که داریم مشروطه و در مواجهه با این جریان پانتوکیس شدید ایران، همون مقالات سلسله مقالاتی که علی صادقی صادقی تبریزی می‌نویسن، بعد از اینکه رضا شاه سر کار میاد، این ملی‌گرایی و این مقابله با پونتورکیست از دل مردم ایران به خصوص آذری ها منتقل میشه به یک پروژه دولتی. در واقع این دولته که این پروژه رو ادامه میده و بعد این سبب میشه که مردم این وظیفه‌ای که خودشون درست کرده بودن، در واقع نهادینش بود برای خودشون، هیچ دولتی درش نقش نداشت و فراموش کنند، بگیرش نباشند و حتی مقابله کنند با کارهای دولتی، در واقع خودشون مقابل دولت. بله، من احتمالاً تشریح نداشتید همون بخش اول صحبت هم که عرض کردم، همین نکته هست. و هر حال این دولتی شدن تلاش و تکاپوی ملی ایران و اون نقشی که استبداد رضا شاهی داشت کاملاً همین بحث بود، یعنی یه بحثی در بدنه جامعه جریان داشت، مثل سایر مباحث قبضه شد. خب تعداد زیادی راجع به راهکارهای اقتصادی مملکت بحث میکردن، یه عده میگفتن باید ایران صنعتی بشه، یه عده میگفتن باید تجاری بشه، یه عده میگفتن باید کشاورزی بشه، بحث خیلی دامنه داره، مثلا 1298 تا 1305. ولی خب یه نفر میاد میگه همش من این وسط تصویر میگیرم، هم افراد رو قلقم میکنه، هم حرکت ها رو، هم احزاب رو، و این کاملا همین، یعنی این هم تحت شعاع قرار میشه منویات ملوکانه. بعدم هم ازش بعدشون میاد در مرحله آخر خیلی هم خوشحال میشن که مثلا متفقین اومدن بیرونش کردن، بعد ناسیونالیسم بازم یک شکل دیگه اون جایگاه اولیه خودش رو پیدا نمیکنه. ولی این بحث استبداد و اختناق دوره رضا شاه خیلی بحث تعیین کننده است و تاثیر ماندگاری میذاره روی این بحث. همین حالاش هم من تصور میکنم همین که باز هم دولت ما حالا ایراد میگیریم، ولی شاید هم بی چیز نیست، همین که خود این دولت فقیه وارد این بحثا نمیشه خودش خوبه. من یک نوعی، یعنی همین از یه پایگاه در همینجا دانشجویی هری نمیدونم غیره داره مطرح میشه، خودش چیزیست. یعنی موقعی که آقای احمدی نژاد ناسیونالیست سوسیالیست شد خیلی واقعا باعث نگرانی بود، یعنی گفتیم آخرین ضربه است دیگه به مکتب ایرانی، به ایرانیت، یعنی همینا وارد این کار نشن هم خیلی خوبه، خودش خیلی لطفیه، بذارم به حال خودش بمونه ببینیم چی ازش میاد بیرون. جریان جدیدی که الان هست، خلاصه خدمتتون عرض کنم، ناسیونالیسم نیست بلکه نفرت پراکنیه. یعنی اینجا نمیگن که آذربایجان زیباترین جای جهانه،
میگن ایفارسا، حالا فارس هم این پدیده مجموعی ساختگی، اینا بدی زبان فارسی رو میگن، زبان فارسی ضعیف، تاریخ ایران دروغ، ایران وجود نداشته، زرتشت آدم مرتجعی بوده، کردها بدن چون کردها با ترکیه بدن، همه این مشخصهاشو میدونید. شما بنوانی پژوهشگر تاریخ فکر میکنید آینده چه خواهد شد؟ شاید البته من حس کردم شما دوست ندارید که زیادتر درباره آینده صحبت کنید یا حتی امروز صحبت کنید، ولی اگر روشنگری دارید بفرمایید. نمیدونم آینده چه خواهد شد واقعا، یعنی هیچ کدوم نمیدونیم، ولی به هر حال به چیز رسیدیم دوباره طبق معمول، به نقطه صفر رسیدیم، یعنی باید از نو بشینیم فکر کنیم ببینیم چی کار میخواییم بکنیم، دوباره یه محمود افشار پیدا بشه بگه این خطر زرده، این خطر سرخه، خطر آبیه. این من مهمترین مشکلی که میبینم، حالا شاید چون علاقه تاریخی دارم، اینی که ما از این لااقل از این تجارب تاریخیمون رو داشته باشیم، پشت سر داشته باشیم، ببینیم آزموده شده خیلی از راه ها. مثلا عرض میکنم خدمتتون، من یه گاه و گداری این حرکت های ناسیونالیستی که جنبه مجازی داره و امیدوارم مجازی باشه نگاه میکنم تحت عنوان ایرانیت، واقعا آرزومندم این مجازی باشه، وجود خارجی نداشته باشه، یعنی اون ورش اونا هستن، این ور هم یک نوع نجات پرستی و یک نوع به هر حال تعصب عجیب غریبی که آدم نمیدونه، خدا کنه واقعیت نداشته باشه. ما اینا رو آزمودیم، ما اینا رو دیدیم، ما گروه های مختلف داشتیم، ما فاشیسم داشتیم در ایران، اینا رو میگیم ببینیم دوباره نریم تو اون راه. ناسیونال سوسیالیسم میبینی، هیتلری میبینی، نمیدونم، یعنی من نگرانیم از اینه که ما این چیزهایی رو که تجربه کردیم، مثلا دوباره ما داریم عرب ستیزی میکنیم، دوباره ما داریم ترک ستیزی میکنیم، خب اینا رو ببینیم یه دفعه که کردی کجاش درست بوده کجاش غلط بوده. خب اومدن کشور ما رو اشغال کردن، مثلا نظام ساسانی هم افتاده، خب این یه خاطره تاریخیه، یه بحث تاریخیه، خیلی هم احساس وجد و شعف نمی کنی. ولی دیگه وقتی از دلش یه فرهنگ جدید اومده که مثلا واقعا نمیشه منفکش کرد از زبان عربی، نمیشه جداش کرد، اصلا شکل گرفته، چیز گرفته، این خب باید به یه سنتز این وسط برسه. من بحثم این بحثه، یعنی در آینده هم که در پیش داریم دوباره از صفر شروع نکنیم، ببینیم اینا رو ما دیدیم تجربه کردیم، دیگه این کار رو نکنیم. یعنی این هستش، این آینده رو امیدوارم مثلا با کمک به این تاریخ، با آگاهی به این تاریخ و با این تجربه های مختلف که ما کردیم دوباره از سر نو، از سر صفر نکنیم، حواستمون باشه. مثلا خب هستش، جامعه هم خیلی جامعه متفاوتی شده، جامعه است که انقلاب کرده، به همین دلیل الان دیگه نمیخواد دوباره انقلاب بکنه، متوجه این؟ ولی خب نسل من و شما نمیخواد این کار بکنه، نسل جدید شاید یادش بره که چه کاری کرده، این بره هر کی میخواد بیاد و نمیدونم از این صحبت ها و اینا، متوجه این؟ این بحث تاریخی متون آینده ای که مد نظر شماست، من فکر میکنم ما باید به تاریخش ما آگاهی داشته باشیم و بهره ببریم. ما که بهای سنگینی برای تاریخمون دادیم همیشه در مراحل مختلف، لااقل یه درسی هم ازش بگیریم. یعنی اون آینده، بله آینده به هر حال نگران کننده است، ولی خب ما ها گذروندیم خیلی از این تحولات رو. هستن یه همدلی بشه که این جریان بسیار نگران کننده است، چون اجزاش رو من شما ببینید بازتابش هستن توی تالش ها، چون من رسط میکنم میبینم بازتابش در کجا، بازتابش در این دفعه پایگاهی که حالا با ایران ستیز ها اینها رو برو میشن و کما بیش یکم تنروی دارن، ولی اون حرفایی که به خصوص از ترکیه صادر میشه بسیار خونباره و مایه جنگ های آینده است. کاملا صحیح میفرمایید، ولی راه حلش تعصب متقابل نیست، یعنی این رو هم باید خیلی هوشیار باشیم، آگاه باشیم، اعتراض کنیم ازش، جوابهای هوی ندونیم، این چیز، یعنی این به هر حال این اعتدالی که واقعا خمیرمایه فرهنگ و هویت ایرانی بوده، یعنی همیشه ما ازش بهره بردیم، بهش در واقع دوباره پناه ببریم، در سایش باشیم، حواسمون بهش باشه، تندی نکنیم، ببینیم چی میشه. این سوالا بهشون هم بیشتر دوستان علاقه من به تاریخ و سیاست بودن، اگر از بچه های زبان و ادبیات فارسی و دوستان ادبیات، چون عنوان هم بیشتر متعلق به زبان فارسی، اگر کسی سوالی هم از اون گروه داره بپرسه بکنم بیفایده نباشه. مطمئنا همه این مسئله
بحث میره جلو بیشتر، بحث خب حوزه سیاسی به خودش میگیره دیگه، وقتی که حوزه زبانی هست، حوزه سیاسی هم در کنار خودش هست. حتی باز سوال هست، من سوال بخواستم متکلم وقته میشه و خیلی دوستان بعدشون من از بکنیم. اگر میگم اگر سوال هم به یه القایی نداشته باشه که مثلا نمیدونم من این توضیح رو میخوام بدم فلان سوالم بپرسم، اگر سوال باشه بله حالا استاد در انتهای تماشاتون خب اینکه ما در جواب های و بوی ندیم، در واقع کنش و واکنش ایجاد نکنیم، یک زمینه حالا الان که در فضای مجازی همه میدونیم، در فضای مجازی یک در واقع جنگ نامتعارفی هست بین این گروه ها. خب این که چه نکنیم درسته، خب چه بکنیم؟ این مسئله اینه که شما میگه خب این کار رو نکنید، فاشیستی نکنید، بحث و بحث تعصبی نکنید، بحث رو حزبی نکنید. خب اینا همش درست برای شما سید، ما هیچ کس دوست نداره بحث فاشیستی بکنه، بحث تعصبی. خب ما چه بکنیم استاد؟ این مسئله اینجاست، شما به عنوان که پژوهشگر، به عنوان کسی که به حال تاریخ رو میدونید، فکر کردید، کار کردید، به من مثلا جوون مصطفی استاد میگید آقای فلانی شما این کارو، جریان شما این کار شما غلط است و چه بکنیم؟ این چه بکنیم شما بفرمایید، حالا به عنوان فکر خودتون میگید. ببینید بحث علمی بکنید. موقعی که آقای پورفیرار این کتابای خودش رو شروع کرد به منتشر کردن و زیر سوال بردن کل هویت و تاریخ و به اون نوعی که ما میشناسیم، هیچ یک از اساتید حاضر نشدن، دست به دامن خیلی هاشون شدیم، اکثرا هم گفتن که این در شأن ما نیست و نمیدونم غیره. در شأن خودمون بدونیم برخورد علمی بکنیم با این کارها، بدونیم نقد بکنیم. من که نمیتونم بیام راجع به تاریخ، آقای پورپیرار به خودش میتونه اجازه بده راجع به تاریخ باستان از چه میدونم دوره مات ها تا کجا صحبت کنه، ولی من نوعی که نمیتونم. اون کسی که درسش خونده بیاد این کار رو بکنه، نقد بکنه، یعنی ناگفته نذاریم. کتاب تاریخ ترکان می نویسن، بشینید نقد بکنید این کتاب و کسانی که آگاه هستن به این دوره ها، یعنی این جهل رو باید با علم پاسخش رو داد. در درجه اول کاری که از امثال ماها برمیاد، خیلی که خواستن با مرحوم فورپیرار رو مقابله کنن گفتن این توده‌ای بوده و این نمیدونم چی بوده و از کجا پول گرفته و چی گرفته و اینا. خب این نمیشه، متوجه این؟ این کاریست که از ما کتاب میخونیم، درس میخونیم، نمیدونم سند نگاه میکنیم، از ما برمیاد. و الا برای مقابله و مقابله های نوع دیگه هم هر موقعی بشه اون هم نیروهای دیگه هستن که اون کارها رو خواهند کرد، ولی اینا باید مبتنی بر علم و دانش و آگاهی باشه. نمیشه میبینید میگن در شأن ما نیست. خب خیلی خیلی حوزه های دیگه هم هست، حالا کمرنگتر از اون، در حوزه های معاصر همین نخوزبلات رو همون دستگاه ها، همون توده ها دارن مطرح میکنن به صورت هدف شده، مورد توجه قرار نمیگیره. من میگم یارو تو دیهیه، میرم خونم راحت میخوابم، ولی به بحثش دیگه نمیپردازیم. این بحث، این چیزی که از دست ماها برمیاد که اومدیم در یکی از سالن‌های دانشگاه داریم صحبت میکنیم، تو کوچه و خیابون کار دیگه میشه کرد. خسته نباشین، ما باستان رو شناسی میکنیم، باستان شناسیم و مشخصا یک بار مطرح شد که با چند تا از دوستان همین کارو بکنیم، یعنی پاسخ بدیم به این صحبتای تیپ صحبتای که آقای پورپیرار مطرح می‌کنن. دو تا مسئله مطرحه، یک نکته همون زاویه که شما فرمودید که نباید منفعل بود و پاسخ داد. مسئله دیگه ای که از اون طرف مطرح می‌شد و نهایتاً هم این پروژه عظیم بود این بودش که شما به نوعی همون فرمایش شماست، به نوعی شما دارین با این کارتون به این آدم بی ارزش کردیت میدید، یعنی اصلا این ارزشی نداره که کسی بخواد براش یک همایشی بذاره که بخواد پاسخشو بده. یعنی شما دارید به جامعه القا میکنید انقدر این آدم مهمه که ما مثلا اساتید باستان شناسی و تاریخ جمع شدیم که پاسخ به فرض ایشون رو بدیم. من فکر میکنم هر دو سوش آسیب شناسی خودش رو داره، یعنی نظر شخصی خود من این بود، هنوزم هست، که موارد دیگری هم تو جامعه دیدیم مطرح شده، افراد سیاسی اومدن صحبت‌هایی کردن در مورد کوروش، در مورد تاریخ هخامنشی، این چیزا رو منکر شدن و متاسفانه نگاه می‌کنیم می‌بینیم هیچ تاریخ‌دان و باستان‌شناسی حتی برنگشت تو یک سرمقاله، تو یک روزنامه، حتی به مردم با ادبیات مردمی پاسخ بده که مردمی که حرفای اونو خوندن حداقل این طرف داستان رو هم متوجه بشن. خب این به نظر من مشکله. از اون طرف هم
صحبتی هم که اونا میکنن میگن هم کلامی من با مثلا آقای ایکس که سر کرده گروه فلانه منو در حد اون تنزل میده. حالا میگم این ملاحظه درستی است، واقعا هم همینطور هر حال هست، ولی شما تأثیر شما برمی‌بینید. آثارش به چند زبان دوستان و رفقا اومدن ترجمه کردن، وحی منزل شد و باستا به عربی ترجمه شده، به فرانسه ترجمه شده، به ترکی ترجمه شده، هی تو این سایت ها و صحبت ها و امثال این ها زیاد هستن واقعا. و خب ولی من تصور میکنم حالا به یک صورت در واقع، یعنی ما گفتار علمی خودمون رو در نقد این میبایستی میکردیم، احساس من اینه. در این حال متوجه هستم خب الان همین بحث مثلا به صورت معاصر پیش اومده، بحث این فیلمایی که دارن راجع به مجاهدین میسازن، خب معلومه این فیلم‌ها به هر حال فیلمایی است که به هر حال یک مسئله تشخیص داده شده و دارن نقد میکنن. خب ولی در این حال شما دارید دوباره اینا رو هم مطرح میکنید، این یعنی این هست اتفاقا با چند بعدم صحبت میکنیم میون خودمون، میگیم آقا این راه حلش هست، راه حلش نیست، میشه چیز کرد، متوجه این درسته در مورد اینها هم هست، ولی شما باستاب فوق‌العاده رو ببینید و اینکه آمادگی برای چی میدونیم مزخرفه، ولی خب این توضیح باید داده بشه. من فکر میکنم تا یه حدی میبایست این کار میشد، با حالا میشه به صورت کلی گفت، به صورت ظریفی که طرف هم بزرگ نشود، ولی خب این حرف خیلی کلی است. ولی من فکر میکنم این میبایست این یه جوابی میگرفت یک جایی، همینطوری یک جانبه به چیز نمیرم. بحث دیگه هم که حالا من همیشه موقع که به اینا فکر میکنم، مشابه های خودیش رو هم ما بی جواب گذاشتیم. مثلا تکلیف ما با امثال زبیه بهروز و محمد مقدم و غیره چیه؟ یعنی این مزخرفاتی که امثال پورپیرار میدن، خودمونی ها هم یه موقعی نوع حالا یه مقدار خفیفترش رو گفتیم، متوجه این؟ یعنی اون رو هم بی جواب گذاشتیم. مسخره میکردن مثلا زبیه بهروز، و زبیه بهروز شاگرد داشت، هوادار داشت، هنوز هم برای خودش با اون تعبیر خاصش از تاریخ باستان ایران که البته خب اون با دیده بزرگ کردن تاریخ ما این یه مش حرفای حالا به نظر میاد راجع به تقویم و غیره احتمالاً غیر علمی میزد و اینا. یعنی ما این مشکل رو نه فقط با غیر خودی ها، با خودی ها هم داریم. یعنی این بی توجهی ما کار میده دست ما، دست مینداختن با اسم مستعار مسخره میکردن اینها. خب اینم واقعا مشکلی است. یعنی حالا با خودمون هم داشتیم، خب تو میگفتیم به هر حال به نفع ایران بذارین این حرفش مثلا بزنه، ولی خب اونا به نظر میاد حرفای نامعقول کم نمیزدن. حالا رفقا هم وارد کار شدن از این طرف. خیلی هم بدون پاسخ نمونده، فوش دادن بیشتر تا جایی که من دنبال کردم. بله یک کتاب ما خودمون چاپ کردیم از منظر باستان شناختی و اینها، ولی خب حالا من شاید دنبال نکردم. سوال دیگه ای دوستان؟ خیلی ممنون، خیلی تشکر میکنم. Thank you.